انقلاب ایران در سال 1357 که زیر رهبری آیت الله خمینی انقلاب اسلامی نام گرفت، از همان ابتدای پیروزی به زعم رهبرانش انقلابی بود که میبایست به کشورهای دیگر مسلمان صادر میشد. شعار آزادی قدس از راه کربلا که روزهای اول انقلاب رایج شد، بسیاری از حکومت‌های منطقه را به وحشت انداخت. ولی چون این بلند پروازی ها دور از دسترس بود، استراتژی منطقه ایران به مرور به نفوذ در کشورهایی که جمعیت شیعه بالایی داشتند، به خصوص عراق متمرکز شد. اونچه که بعضی از رهبران کشورهای عرب هلال شیعی نامیدند. ولی جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد اهدافش در این هلال شیعی تا چه حد موفق بوده، چه به دست آورده و چه زیانی متحمل شده؟ علی معموری مهمان من در این برنامه، به عبارت دیگر دارای درجه دکترا در رشته مطالعات تطبیقی دینی و فوق لیسانس در فلسفه سیاسی است و هر دو این رشته ها را در دانشگاه ها و در حوزه های علمیه قم و نجف تدریس کرده است. از نظر او تاثیر انقلاب ایران بر کشورهای منطقه و به خصوص عراق چه بوده و چه میزان از این تاثیر باقی است و هلال شیعی از نظر او چه آینده ای دارد؟ آقای علی معموری، از شهر سیدنی استرالیا به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. ممنون هستم. متشکرم. آقای معموری، اگر حکومت صدام حسین با زور امریکایی ها ساقط نشده بود و نیروهای امریکا در عراق نبودند، چقدر امکان این داشت که در عراق هم حکومت اسلامی شبیه ایران برقرار بشه؟ پروژه نفوذ در عراق یک پروژه بسیار قدیمی و کهنی است که از حتی پیش از انقلاب در واقع به نوعی دانه های اون و بذر های اون پاشیده شده بود. ما همکاری های جدی داشتیم بین مجموعه روحانیان همراه آیت الله خمینی در نجف با برخی از احزاب اسلامی شیعی که در اونجا شکل گرفته بودند در عراق، به شکل مشخص حزب الدعوه و حتی در واقع بنیانگذاری شاکله های اساسی جمهوری اسلامی یک کار مشترکی بود که نه فقط روحانیان ایرانی بلکه روحانیان عراقی هم در اون سهیم بودن و در اون سهم داشتن. برای به عنوان مثال مشخص آیت الله محمد باقر صدر که در اوائل پیروزی انقلاب توسط رژیم صدام کشته شد، پیش از پیروزی انقلاب یکی دو تا رساله مشخص، دو رساله به شکل مشخص برای پیشنویس قانون اساسی یک کشور اسلامی رو نوشته بود. بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب و هنگامی که مجموعه دولت موقت به رهبری آقای بازرگان سعی میکرد نسخه از یک قانون اساسی لیبرال و سکولار رو ارائه بده، آقای محمد باقر صدر پیشنویسی رو ارائه کرد که در اون شاکله های اساسی یک قانون اساسی اسلامی مبنی بر فقه شیعی رو تهیه دیده بود و در واقع این پیشنویس نقش جدی داشت در این که مجموعه مقابل آقای بازرگان که رهبری آیت الله بهشتی به عهده داشت در مجلس خبرگان قانون اساسی روی اون در واقع کار بشه و یک قانون اساسی متفاوتی با اون چیزی که دولت موقت پیشنهاد داده بود شکل بگیره. بعد از اون هم ما باز شاهد همکاری های مستمر هستیم بین گروه های اسلامی شیعی در عراق و در ایران. از آغاز پیروزی انقلاب ما شاهد تشکیل رادیوی عربی بودیم که به شکل علنی مردم شیعه عراق رو برای قیام علیه صدام ترغیب و تشجیع میکرد. اگر صدام ساقط نمیشد قطعا این میزان از نفوذ رو ما شاهد نبودیم، اما اصل نفوذ و گسترش تدریجی اون در حال انجام و در حال استمرار بود در حال. بله، حالا آقای معموری، تمام مسائلی که شما مطرح کردین در واقع اینو همکاری بود که بین روحانیون ایران و روحانیون عراق وجود داشت و به هر حال تو این مراحل مختلف هم با هم همکاری کرده بودند. ولی سوال من در واقع این بود که در بین مردم عراق، یعنی در جامعه عراق، چقدر اشتها و تمایل برای ایجاد یک حکومت اسلامی وجود داشت؟ خب مسئله در واقع هویت‌های دینی در نیمه قرن بیستم و صعود اونها در منطقه یکی از شاخصه‌های مهم
این دوره تاریخی است. عراق هم فارغ و خارج از این چارچوب نیست. همانطور که در مصر ما جریان اخوان مسلمین رو داشتیم، تلاش برای ایجاد یک حکومت اسلامی، تأکید بر هویت اسلامی، در جامعه شیعی عراق هم شعارهای مبنی بر این که ما شیعه هستیم بایستی یک هویت سیاسی شیعی هم بر ما حاکم باشد، شعارهای مثل این که ما نیازمند یک حاکم جعفری هستیم در اشاره به مذهب جعفری شیعی وجود داشت. اما این مسئله تا حد زیادی بیشتر در ارتباط با سازمانهای سیاسی شکل گرفته بود، یعنی در بین عموم مردم تا حد زیادی یک نوستالژیایی بودش که گاهی وقتا شاید می اومد بالا هنگامی که با ظلم، با بی‌عدالتی از جانب رژیم مواجه می شدند. در اون زمان تأکید رو هویت شیعی زیاد می شد، اما جنبه سازماندهی شده اش رو ما فقط می تونیم در زمانی ببینیم که شاهد تشکیل احزاب شیعی بودیم به شکل مشخص و در آغاز حزب الدعوه، بعد در ایران با حمایت ایران مجلس اعلی انقلاب اسلامی تشکیل شد و این احزاب سعی کردن یارگیری کنند، نیروگیری بکنند و این آرزو و این نوستالژیای موجود در بین مردم رو تبدیل بکنن به یک برنامه سیاسی مشخص که بایستی دنبال بشه و به سمت در واقع ساقط کردن رژیم اون زمان و آوردن یک رژیم شیعی حرکت داده بشه. به هر حال در داخل خود ایران در حوزه قم هم اختلاف نظر وجود داشت که آیا تشکیل یک حکومت اسلامی در زمان غیبت امام زمان کار درستی هست یا نیست. بعضی ها معتقد بودن که نیست. در حوزه نجف چطور بود؟ جریان عمومی حوزه نجف و تاریخ دراز و طولانی اون تماما در تناقض با تلاش در ایجاد یک حکومت اسلامی هست. باور عمومی تاریخی در این حوزه مبنی بر این بود که حکومت اسلامی از امور خاص در واقع امام معصوم است و در غیاب امام معصوم تشکیلش این حکومتی روا نیست و تنها کاری که باید روحانیان در این دوره انجام بدن تعامل با وضعیت سیاسی موجود برای حفظ مصالح عمومی جامعه هستش. تاریخ این مسئله برمیگرده به دوره صفویه که برای اولین بار ما شاهد تشکیل یک حکومت شیعی بر مبنای فقه شیعی بودیم. بعد از شاه اسماعیل، شاه طهماسب نیاز به فقیهان رو در تشکیل حکومت خودش احساس کرد، دید که نمیتونه یک حکومت شیعی تشکیل بده بدون اینکه فقیهان در کنار اون باشن و شراکتی بین فقیه و سلطان شکل بگیره، همانند اون حالتی که ما در خلافت عثمانی داشتیم بین فقه حنفی و بین سلاطین عثمانی. از این جهت نامه‌ای نوشت به بزرگ علمای نجف در اون زمان، شیخ ابراهیم قطایفی، و ازشون درخواست کرد که بیا و در واقع سازمان دینی حکومت ما رو تشکیل بده و ایشون مخالفت کرد بسیار ساده بر مبنای این استدلال که ما مجاز به انجام این کار نیستیم. بعدها دست به سمت در واقع جنوب لبنان رفت و فقیهان جنوب لبنان دعوت شدن، شیخ علی کرکی و دیگر روحانیان جنوب لبنان اجابت کردن درخواست شاه طهماسب رو و به سمت ایران حرکت کردن. منظورم از این شاهد مثال اینه که امتناع از تشکیل حکومت اسلامی و خودداری از این که درگیر بشن در ساختار سیاسی کشور امری دیرینه هست در سازمان نجف، در حوزه نجف، و در مقابل ایدئولوژی این حوزه اینه که ما بیشتر بایستی به عنوان یک مجموعه مدنی، به عنوان یک مجموعه دینی در پی حفظ منافع عمومی جامعه باشیم، نه اینکه بریم و یک بخوایم حزب سیاسی یا یک دولتی رو بر مبنای یک ایدئولوژی تشکیل بدیم. خب حالا با این حساب قاعدتا بایستی اختلاف نظر بین حوزه نجف و حوزه قم بعد از تشکیل حکومت اسلامی در ایران باشه تشدید شده باشه. خب حوزه قم هم همونطور که خودتون هم اشاره کردید در پرسش قبلی به شکل کامل مدافع نظریه حکومت اسلامی نبود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ما در حوزه قم هم شاهد کنار زده شدن برخی از روحانیون برجسته شیعی در قم بودیم. آقای سید کاظم شهادت مداری در خانهشون محصور شدند، آقای سید رضای سعد پدر امام موسی سعد در خانه محصور شدند و بسیاری دیگر از فقیهان برجسته قم به نوعی جلوی فعالیت اونها گرفته شد. همین اکنون هم در حوزه قم برخی از فقیهان برجسته موافق و همراه نظریه حکومت اسلامی و تشکیل یک حکومت به رهبری روحانیون نیستند و این رو به نفع
دراز مدت حوزه علمی قوم و به نفع دینداری به شکل کامل نمیبینن. اما در مجموع اختلاف در واقع بین قوم و نجف شاید خیلی دقیق نباشه، به جهت اینکه ما هم در نجف یک اقلیتی رو داریم که مدافع اسلام سیاسی شیعی بودن، مثل مرحوم آقای محمد باقر سعد، و در قوم هم در نقطه مقابل افرادی رو داریم که با سیر عمومی نجف همراه هستن، نه با ایده حکومت اسلامی. اختلاف نظر در واقع بین جریان سیاسی شیعی سنتی است در برابر جریان اسلام سیاسی شیعی که به رهبری آیت الله خمینی در دوره معاصر در واقع تأسیس شد. خب حالا مثلا شما در مقالات متعددی در المونیتور نوشتید که در واقع خودتون هم مسئول بخش عراق المونیتور هستید، از جمله در مقاله زیر عنوان سکولاریسم در هلال شیعی رو به رشد است، شما میگید که آیت الله سیستانی طرفدار یک نظام سکولار در عراقه. نقل قولهایی هم در حمایت از سکولاریسم از بعضی از روحانیان لبنان کردید، از جمله از هانی الفحص. و آیا این افکار اینا به هر حال طبیعتاً متضاد با تشکیل یک حکومت اسلامی وقتی که طرفدار یک نظام سکولار باشه آدم، این نماینده بخش اعظم مردم این کشورهای عراق و لبنان هستن این افکار، یا اینکه برعکس اون حکومت اسلامی، اونایی که طرفدار حکومت اسلامی هستن نماینده بخش بیشتر مردم هستن؟ یکی از ویژگی‌های مهم مناطق عربی هلال شیعی، در واقع منظورم عراق و لبنان به شکل مشخص، اینه که جریان مخالفت با نظام دینی یک جریانی است که از درون حوزه سنتی اون بیرون اومده، برخلاف ایران که بیشتر این جریان در قالب یک جریان روشنفکری شکل گرفته. برای مثال در ایران ما آقای سروش رو داریم، آقای شبستری رو داریم، آقای ملکیان رو داریم که اینا از دل حوزه علمی بیرون نیومدن، از دل جریان روشنفکری بیرون اومدن و نظریه معارض و مخالف نظریه حکومت دینی و اسلام سیاسی شیعی رو ارائه کردن. در عراق و لبنان ما شاهد شکل‌گیری نظریات مشابهی رو هستیم که از درون خود حوزه بیرون اومدن. آیت الله سیستانی از آغاز 2003 در اولین مصاحبه که با واشنگتن پست داشتن صریحا اعلام کردن ما مخالف حکومت دینی هستیم و به دنبال یک حکومت مدنی هستیم. واژه سکولار ایشون معمولا استفاده نمی‌کنه به جهت حساسیت هایی که این کلمه داره و اینکه برخی ممکنه اون رو بنای الحاد یا بیدینی یا چیز دیگری از این دست بفهمن. یا در لبنان آقای محمد مهدی شمس الدین از روحانیان برجسته و از شاگردان آیت الله خویی، هم شاگردی آیت الله سیستانی، کتابی رو به شکل مشخص داره با عنوان ولایت امت در مقابل با ولایت فقیه، این که در واقع ما ولایت امت رو، ولایت عمومی مردم رو ازش حمایت میکنیم، به جهت اینکه این نظریات درون ساختار سنتی حوزه های دینی در این مناطق شکل گرفته، مقبولیت عمومی و همراهی اون با جامعه های این مناطق که بیشتر جامعه های محافظی هم هستند بیشتر دیده میشه در مقایسه با جای دیگری مثل ایران که حوزه سنتی چندان بروزی در معارضه با این ایده ها نداشته و یا اینکه اساسا امکانی براش وجود نداشته به جهت پیمانه نظام سیاسی اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. خب حالا امروز ما شاهد اعتراض های خیلی نسبتا مستمری در عراق هستیم بین مردم در خیابان های شهرهای عراق. بخشی از این خواستای معترضین هم در واقع قطع دخالت و نفوذ خارجی در عراق، تا چه اندازه به هر حال متوجه ایران بخش این اعتراض ها؟ خب بخش عمده اون متوجه ایرانه، به جهت اینکه نوع دخالت ایران با دخالت های دیگر متفاوته. دخالت های دیگر دخالت هایی هستند که در قالب مجموعه از توافقات بین المللی شکل گرفته و اینها رو میشه در واقع در هر لحظه با یک تلاش سیاسی در یک دوره مدت زمانی کنترل کرد، مدیریت کرد و به جای رسوند. نوع نفوذ ایران در این مناطق یک نفوذ ایدئولوژیک است، یک. دو، این نفوذ در راستای تشکیل یک دولت پنهان است، و سه، در قالب ایجاد یک شبکه پیچیده‌ای درون دولت‌های این مناطق است که به نوعی در واقع کنترل تصمیم‌گیری‌های عمومی این کشورها رو به عهده داره. برای مثال در لبنان ما شاهد وجود حزب الله هستیم که رهبری اون آقای سید حسن نصرالله به شکل علنی خودش رو
طرفدار و مقلد و فرمانبردار آیت الله خامنه‌ای در ایران میدونه. در عراق مشاهده ایجاد مجموعه از گروه های شبه نظامی هستیم که از لحاظ اداری زیر نظر حکومت عراق هستند، اما از لحاظ اطاعت و فرمانبرداری از ولی فقیه ایران نظر میگیرند. از این جهت آیت الله سیستانی در مجموعه از بیانیه‌های خودشون بعد از شروع راهپیمایی ها در ماه اکتبر گذشته تا کنون تاکید مکرر داشتن نسبت به اینکه تصمیم سرنوشت مردم عراق رو باید خود مردم عراق بگیرن و هیچ گونه کنترل بیرونی نسبت به اونها صورت نگیره. عبارت عام نیست، ناظر به همه است، اما به طور طبیعی هر کسی که نفوذ بیشتری داره این حمله متوجه اون بیشتر است نسبت به دیگری که نفوذ کمتری داره. حالا با توجه به اعتراضات همونطور که گفتم مستمر مردم در عراق و پشتیبانی آدمای برجسته از رهبران مذهبی مثل آیت الله سیستانی، تا چند دارید شما فکر می‌کنین ایران میتونه اون حوزه نفوذ خودش به شکلی که الان در عراق و در لبنان داره حفظ بکنه، به خصوص در عراق؟ ببین، مشکل جدی که وجود داره برای نظام جمهوری اسلامی اینه که در روند نفوذ خودش در منطقه تأکید بسیار زیادی روی ایجاد و توسعه و گسترش گروه‌های شبه نظامی و ایجاد شبکه‌های در واقع مخفی که برخی از اونها با بخش خیلی زیادی از فساد درگیر هستند و متهم به پرونده‌های زیاد فسادی هستند، در قالب اینها متمرکز شده. فارغ از اینها تلاش جدی جمهوری اسلامی ایجاد نکرد که نفوذ خودش در منطقه توسعه بده. اگر این کار شکل می‌گرفت ممکن بود که سرنوشت امروز ما جور دیگری می‌بود. برای مثال جنوب عراق نزدیک بیش از 10 سال آرامش کامل و امنیت کامل داشت. مردم اون اقبال بسیار زیادی نسبت به جمهوری اسلامی و علاقه زیادی رو تا قبل از شروع این راهپیمایی‌ها از خودشون نشون می‌دادن. زائران ایرانی به راحتی سفر می‌کردن، کل دوره 40 رو گاهی وقتا راه می‌رفتن و جز محبت و مهربانی چیزی نمی‌دیدن. در قالب این مسئله و در حدود در واقع در چارچوب این دوره زمانی هیچ گونه تلاشی برای آبادسازی این مناطق، سرمایه‌گذاری در این مناطق، برای اینکه در واقع بتونیم به نوعی این حس رو به این مردم بدیم که نفوذ ایران منافع مشترک برای شما و ایران دارد، نه یک نفوذ یک طرفه هستش. عملا این اتفاق نیفتاد. در لبنان هم باز به همین ترتیب عمده کمک‌های ایران در خصوص در واقع توسعه نیروی نظامی حزب الله و بعد استفاده از اون در پروژه‌های غیر لبنانی برای سوریه مثلا بود. این حس رو به مردم داد که نفوذ ایران در منطقه یک نفوذ یک طرفه است و ایران صرفاً از این نفوذ منافع خاص ملی خودش، ایدئولوژیک خودش رو داره دنبال میکنه، نه اینکه برای این مناطق در واقع یک پروژه مفید و یک برنامه سازنده رو داشته باشه. و این موجب شد که این نارضایتی ها شکل بگیره و عملا الان که شکل گرفته حامی جدی برای حفظ منافع ایران در این مناطق وجود نداره جز همون شبکه های محدود نظامی و سیاسی که مربوط به ایران هست. خب حالا همین صحبت ها ما را میرسونه به اینجا آقای ماموری، که با توجه به همین حرف ها برمیگردیم به مقاله خودتون در المانیتور که سکولاریزم در هلال شیعی رو گسترشه، این هلال شیعی در واقع چه آینده ای داره؟ آیا فکر میکنیم که ما شاهد سست شدن پایه های این هلال هستیم؟ خب عنوان هلال شیعی رو برای اولین بار آقای ملک عبدالله پادشاه اردن استفاده کردن. این عنوان بیشتر یک برداشت سیاسی ازش میشد. منظور از هلال شیعی این نبود که مناطقی که درش اکثریت شیعی دارن زندگی میکنن، بلکه منظور مناطقی بود که یک پروژه ایدئولوژی که اسلام سیاسی شیعی در اون در حال گسترش و استمرار هست با حمایت و رهبری جمهوری اسلامی ایران. اگر تا حد زیادی هم ایران تونست در دو دهه گذشته در این مسئله موفق بشه، در لبنان به شکل نسبتا کامل کنترل کلی حکومت و وضعیت امنیتی رو در اختیار داره، در عراق تا انتخابات گذشته تونست پیشرفت بسیار زیادی رو ایجاد بکنه، به نوعی که تعیین نخست وزیر اخیر آقای عادل عبدالمهدی و نخست وزیر تازه تعیین شده الان آقای علاوی هر دو تقریبا با نظر کامل ایران سر کار اومدن. در نقطه مقابل مردم به نوعی در واقع
این برداشت رو دارن که ما تجربه کردیم اسلام سیاسی رو در قالب مجموعی از احزاب اسلامی، چه سنیش چه شیعیش، که مورد حمایت ایران بودن، و این از این احزاب و از این پروژه ها منفعتی برای کشور ندیدیم. به این جهت گرایش شدیدی وجود داره نسبت به این که ما به سمت یک حکومت غیر دینی بریم. حکومت غیر دینی که الزاماً ضد دینی نیست، ریلیجیس فرندلیه، با دین رابطه دوستانه داره، اما در این حال قرار نیست که دین رو درون ساختار دولت بیاره و قرار نیست به روحانیان یک پستی رو بده، همان گونه که خود روحانیان این مناطق هم اساساً تمایل به این ندارن. آقای سیستانی یکی از شروط اساسیه‌ای که برای اطرافیان خودش گذاشته اینه که هیچ کدوم از اونها حق گرفتن هیچ پست سیاسی یا دخالت در هیچ پست سیاسی رو ندارن. در صورتی که این جریان عملاً منتهی بشه به ایجاد یک نظام سیاسی غیر دینی، در این صورت باز شاکله جغرافیایی منطقه و جمعیتی منطقه به هر حال عوض نمیشه. اکثریت شیعی است، اما یک هلال شیعی مبتنی بر یک نظام ایدئولوژیک سیاسی مبتنی بر اسلام سیاسی شیعی نخواهیم داشت. خب حالا از مجموع این صحبت ها به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران در واقع الگویی نه تنها نشده برای کشورهای دیگه مسلمان، بلکه روز به روز به هر حال گرایش به طرف سکولاریسم در این کشورها بیشتر میشه. یعنی در واقع میشه گفت که تجربه جمهوری اسلامی ایران، یعنی یک حکومت اسلامی شیعی، با شکست مواجه شده. نه فقط جمهوری اسلامی، بلکه مجموعه پروژه های اسلام سیاسی در منطقه تا حد زیادی تجربه شد و گویا مردم منطقه از اون دارن عبور میکنن. ما جریان جهانی اخوان مسلمین رو داشتیم، از مصر گرفته تا الجزایر تا کشورهای شمال آفریقا تا در واقع مناطق دیگری از خاورمیانه، که در برخی از این مناطق هم تونستن عملا حکومت تشکیل بدن، مثل مصر آقای مرسی رئیس جمهور شد و عملا در واقع این پروژه موفقیتی رو از خودش نشون نداد. احزاب سیاسی شیعی رو ما داشتیم، حزب الله لبنان، حزب الدعوه در عراق، که مورد حمایت ایران هر دو بودن. عملا اینها بخش زیادی از قدرت رو در دوران طولانی در اختیار داشتن در این کشورها و نتونستن یک کارنامه موفقی از خودشون ارائه بدن. اسلام سیاسی وهابی مورد حمایت عربستان رو ما در یک مدت زمانی داشتیم که عملا منتهی به پروژه‌ای مثل القاعده و داعش شد و عملا نشون داد که موفق نیست. از این جهت به نظر می‌رسه که در کل منطقه ما شاهد یک عبوری از جریان کلی اسلام سیاسی به سمت یک نظام سیاسی مدنی و غیر دینی هست. حالا شما در یک مقاله دیگه ای هم صحبت از این کردید، صحبت از یک نوع شاید تلاش از طرف جمهوری اسلامی ایران و شاید شخص آیت الله خامنه ای اینه که به هر حال در صورت درگذشت آیت الله سیستانی بشه به هر حال جانشین به نوعی حوزه نجف رو هم بیاد زیر کنترل حوزه های ایران و جمهوری اسلامی ایران. دقیقاً چیه منظورتون از این مقاله؟ این در واقع سوال اصلی مقاله بوده و پاسخ بنده در اون مقاله این بوده که این احتمال وقوع این مسئله بسیار بعیده، به جهت اینکه نجف صرفاً شخص آیت الله سیستانی نیست. نجف تا حد زیادی در طول تاریخ خودش تبدیل شده به یک سازمان اجتماعی، به یک اینستیتوشنی که امکان نفوذ در اون از بیرون بسیار آسون و ساده نیست. موانع زیادی در برابر اون وجود داره. به طور مشخص آیت الله سیستانی مجموعه ای از وکلا رو داره در مناطق مختلف عراق و درون خود حوزه، که این وکلا به نوعی در واقع ایادی استمرار و عوامل استمرار اندیشه ایشون هستن بعد از ایشون. طبقه دوم و سوم روحانیانی داریم که به نوعی از بین اونها مراجع بعدی بیرون خواهد اومد. اینها عمدتا متأثر از همون نگرش سنتی شیعی در نجف هستند که قرار نیست حوزه نجف کنترل سیاسی کشور یا هر کشور دیگری رو به عهده بگیره. افزون بر اون سابقه دو دهه رهبری آیت الله سیستانی تا کنون که ممکنه باز تا یک دهه دیگه هم ادامه پیدا بکنه، تونسته یک گفتمان رسمی رو در نجف و در عراق ایجاد بکنه که عبور از اون آسان و ساده نیست. افزون بر همه اینها حوزه نجف اساساً نسبت به وارد کردن یک روحانی از بیرون و دادن رهبری به اون حساسیت و امتناع بسیار زیادی داره. ما دو سال قبل شاهد بودیم آیت الله سید محمود شاهرودی که رحمت خدا رفتن به نجف رفتن، اون زمان
5 روز در نجف موندن، هیچ روحانی در نجف با ایشون دیدار نکرد، که این در واقع نشانه ای از امتناع وارد کردن هر روحانی از بیرون در نجف و دادن یک جایگاهی به ایشون هستش. غیر از آقای شاهرودی باز گزینه‌های دیگری رو ایران سعی کرد در نجف وارد بکنه و به نوعی مجال نفوذ بر اون فراهم بکنه که اون هم موفق نبود. این تلاش رو جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. همین الان هم یکی دو تا مدرسه در نجف هستن که شاگردان رو تربیت میکنن با ایدئولوژی نزدیک به ایدئولوژی انقلاب اسلامی، اما همچنان یک اقلیت بسیار کوچکی به شمار میرن و بسیار بعید هست که چه در زمان آقای سیستانی چه بعد از ایشون این منتهی بشه به یک کنترل کامل جمهوری اسلامی بر حوزه نجف. اما رفتن آیت الله سیستانی در هر حال یک فراغ قدرت و یک خلأ قدرتی رو ایجاد خواهد کرد که ممکنه یک زمینه مانور بیشتری رو برای جمهوری اسلامی در نجف فراهم بکنه، اما این قطعا به معنای کنترل نجف تحت نظام جمهوری اسلامی نمیتونه باشه. بسیار بعید این اتفاق. آقای ماموری، وقتی اون تموم شده، فقط در 30 ثانیه اگه به این سوال من هم جواب بدید که حالا با توجه به این گرایش هایی که در جهت مخالف حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در واقع در جریان در کشورهای به اصطلاح هلال شیعی، اگر اینها به هر حال موفق بشند، اون وقت تکلیف خود جمهوری اسلامی ایران چی میشه؟ خب در اون جمهوری اسلامی هم مشاهده شکل‌گیری جریان‌های متعدد و متنوعی در مقابل با ایدئولوژی نظام اسلامی هستیم و عملاً در طول چند دهه گذشته اینا در حال پیشرفت بودن، چه در حوزه روشنفکری چه در حوزه فعالیت اجتماعی، و به نظر میرسه اینها هم عملاً در یک دوره زمانی به جایی برسند که یک جایگزینی برای جمهوری اسلامی ارائه بدن و به نحوی ما شاهد یک ریفرم و اصلاحی در این نظام باشیم که منتهی بشه به یک حکومت غیر دینی یا یک حکومتی با درجه کمتری از دخالت دین در سیاست. آقای علی ماموری، خیلی متشکرم از شرکتتون در برنامه به عبارت دیگر. ممنون از شما.